همراه هستیم با فرهاد رضایی، مدرس روابط بین الملل از دانشگاه یورک از اتاوا. خیلی خوش آمدید آقای رضایی. مدیر کل آژانس حدود یک ماه پیش که با ایران برای تمدید نظارت‌های آژانس به توافق رسید، به نظر خوشبین می‌آمد، اما حالا لحن گزارش آقای گروسی و بیانیه‌های آمریکا و اروپا به نظر میاد یه مقدار تغییر کرده. دلیلش چه هست؟ سلام بر شما و بیننده‌های عزیزتون. راستش من فکر می‌کنم این مسئله دو تا دلیل می‌تونه داشته باشه. یکی، اقدام جمهوری اسلامی به تولید اورانیوم فلزی که در واقع کاربرد دوگانه داره و برای تولید بمب استفاده میشه. این نقض آشکار برجام هست و جزء اقدامات غیر قابل بازگشت محسوب میشه. برای همین خیلی خطرناک هست و موضوع جدی است. مخصوصا این که جمهوری اسلامی این کارها رو داره در حالی انجام میده که گفتگوها بر سر بازگشت به برجام در جریان هست. دلیل دوم اینه که تلاش‌های آژانس برای گرفتن یک پاسخ قابل قبول و قانع کننده از جمهوری اسلامی درباره منشأ ذرات اورانیوم در اون سایت‌هایی که اعلام نکرده بود تا حالا بی نتیجه مونده. گزارش اخیر آژانس بین‌المللی دقیقا همین مسئله رو عنوان میکنه که گفتگوهایی که با ایران داشتیم انتظارات ما رو برآورده نکرده. به نظر من دلیل تغییر لحن آژانس میتونه این دوتا دلیل باشه. نماینده اتحادیه اروپا از شماری از کشورها از جمله ترکیه اسم برده که از بیانیه اتحادیه حمایت کردند. بازگشت آمریکا به برجام بدون پاسخگوی ایران چه پیامی رو برای کشورهای منطقه میتونه داشته باشه؟ بله، من فکر میکنم اقدامات ایران باعث میشه تقریبا همه کشورها به موضوع اروپا و امریکا نزدیکتر بشن و احتمالا اگر همینطور پیش بره کشورهای اروپایی که قبلا مخالف صدور قطعنامه پیشنهادی امریکا علیه ایران در شورای حکام بودند، این دفعه قطعنامه رو تو شورای حکام ببرن و احتمالا همه حمایت خواهند کرد. اما بازگشت ایالات متحده بدون پاسخگویی ایران فکر میکنم که یک کمی خوشبینانه باشه. من راستش بعید میدونم دولت بایدن دست به همچین ریسک بالایی بذاره. سوال اینجاست که چرا دولت بایدن همچین هزینه بالای سیاسی رو باید بپردازه؟ جمهوری خواها که همینطوری مخالف بازگشت ایالات متحده به برجام هستن، ولی یه همچین اقدامی باعث میشه که دولت بایدن حتی حمایت بخشی از دموکرات ها رو هم از دست بده. به علاوه متحدین منطقه ایالات متحده تو منطقه خاورمیانه که اونها هم سرسختانه با بازگشت به برجام مخالف هستن، بنابراین من فکر میکنم که بازگشت بایدن در یه همچین شرایطی این با چالش بزرگی روبرو خواهد شد. چالش عمده‌ای جلوی دولت بایدن خواهد بود. در این بحث دفعه اهمیت شفافیت و پاسخگوی جمهوری اسلامی هست. اگر جمهوری اسلامی به این سوال ها پاسخ نده چه پیامدهایی داره؟ چقدر به اعتبار آژانس لطمه میزنه؟ کوتاه فرصت داره. بدون شک برای همه طرفین دشوار خواهد بود. اول اینکه احتمالاً دولت بایدن دیگه قادر نخواهد بود تحریم ها رو لغو بکنه. دوم اینکه کار رو برای آژانس سخت میکنه برای ادامه نظارت بر فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی. این موضوع یک موضوع کاملا جدی هستش. آژانس یه نهادی است که مثلا قراره بر برجام نظارت داشته باشه و لازمه این نظارت شفافیت کامل از طرف جمهوری اسلامی است. پیامد بعدی برای خود جمهوری اسلامی است. عدم همکاری با آژانس کار رو برای دولت بایدن در بازگشت به برجام و برای برداشتن تحریم ها دشوار میکنه و حتی شاید غیر ممکن بکنه. این ادامه فشارها و تحریم ها ممکنه بقای جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه و من بعید میدونم یه همچین نتیجه مطلوب جمهوری اسلامی باشه. ممنون فرهاد رضایی، مدرس روابط بین الملل از دانشگاه یورک اتاوا.